میوه‌ام فقط بهش سیب میدادم تخمه. من بهش خیلی شانس آوردید که بلال خام نکشتتش. بلال خام میکشه معمولا. من آره پیج شما رو حالا اگه بچه خوبی باشه من بهش یه میوه بلوبری هم میدم که حال بکنه. حال کنه. اگه الان آرامش داشته باشه شروع کنه به خوردن. بیا بخور. بچه‌م در هر شرایطی نخورد. لیاقت نداره. بیا بخور. آره. مزه نکرد. اگه مزه کنه خوشش میاد. فریدی بخور. بگیرش. بخور. بگیرش. بگی بخور. بگی گیر پدرت هم نمیاد. بخور. بگیرش. بی تربیت. چرا این کارو میکنه؟ برش کن مامی. من بهش تمام میوه‌ها رو میدم. انار میدم، انگور میدم، پرتقال میدم، سیب میدم، گلابی میدم، بعد بلال پخته به همیشه بهش میدم، بعد از این غذاهای خودشون بهش میدم تخمه. توی اتاق رفته توی کمد، اونجا برای خودش نونه درست کرده، بعد میره اونجا نه چیزی اون تو میخوره نه دستشوی میکنه. این کمد رو درست کن فکر کنم عید مرغ کرد شده فکر کنم، از اون تو بیرون نمیاد. بعد نمیدونم جنسش چیه، نره یا ماده. چشماش چشمای یک کاسکو کاملا بالغه. آره فکر کنم الان 11 سالشه. چند وقت شما داریدش؟ من یک سال خورده، ایشون هم 10 سالش از جوجگی داشت. تو چی میزنه ها؟ میدونم ولی من اهل ریکسم. شما جرأت ندارید این کارو. نه میترسه. آره قیافش معلومه بدگذاری میگیره. آره بد میگیره حواست باشه. خب آره چهره کاملا بالغی داره و این که از من خوشش اومده، از جسارت من خوشش اومده، از مردا خوشش میاد، خوشش اومده از مردا خوشش میاد، از نامردا خوشش نمیاد، نه از زنا خوشش نمیاد. آره آقایون رو وقتی میبینه منقارش رو باید درست بکنه. آره منقارش خیلی خراب شده. آره. دستگاه باید بخوره الان درستش میکنیم. بعد این که به نظر میرسه احساس تنهایی میکنه، چرا جفت براش نمیگیری؟ همون اومدم ببینم اگه نریه ماده بگرم دنبال یه جفت براش، چون میدونم که میره تو کمد دیگه. خب ببین ماده ها میرن تو کمد و کشو و اینا قایم میشن پشت در، ساعت ها میمونه پشت در. بعد تو آینه خودشو نگاه نمیکنه، دنبال آینه نمیگرده. ندارم آینه. تو این مرحله خیلی حواست باید باشه، اگر یه جایی تو آینه خودشو ببینه دیگه جلو آینه تکون نمیخوره، یه جور مریضی میگیره. ندارم که آره بیماریه یه که عاشق آینه میشه. خب بعد وقت اصلا پرنده تو از دست میدی، یعنی حتی غذا دیگه نمیخوره، فقط میشینه ای تو آینه خودش رو نگاه میکنه، فکر میکنه جفتشه، غذاشو بالا میاره میده به اون، ولی این غذا تبادل نمیشه که اون جفتم تو آینه برگردونه. تعادل اسیدهای گوارشیش به هم میریزه، روحیش به هم میریزه، چون اون ببخشید یه کمی آرومتر صحبت کنید ببخشید، چون اون چیزی که تبادل میکنن باید برگشت داشته باشه. به هر حال این که خیلی میاد سمت اون که من نمازشش کنم. آره خیلی خودشون میکشه که محمد نمازشش کنه، منو نمیذاره. میگن که اگه جوز بگیره دیگه حرف نمیزنه اون، ولی من میگم اشکال نداره حداقلش اینه که جوز داشته باشه. بله سلامته، اون خیلی واجب‌تر از اینه که حالا چهار کلمه هم حرف بزنه یا نزنه. به صورت روزانه بیرون میاد از قفسش یا نه؟ همش بیرون. همش بیرون. اصلا بیرون تو قفس من نمیذارمش. ببین راحت دیگه داره. بالای درخته. قربونت برم من مادر. دیدی محمد بهت میگم که یه ذره نازش کن. خفادت بشم مادر. چیگری داری تو ببین؟ دیروز دست من اینجا سوراخ کرد. بیا بالا بالا. اگه بدون میترسی اینو که بزنم چی بود اسمش؟ فلفل بود؟ فردی. چهار کیلو نه چهار ست بوده. چهار کیلو مگه بوغلم ها مذرم ها چهار ست و چهل گرم. خیلی خوبه. چهار ست و پنجا گرم
بهترین وزنه برای کاسکو کنگو. نه وزن خوبی کنگو، این وزن خوبیه. البته ممکنه که اصلا کنگو نباشه، مال منطقه مثلا گابون باشه یا مال چاد باشه یا مال نیجریه باشه، ولی معمولا بهشون میگن کنگو. کنگو یه منطقه تو آفریقا که بیشترشون جمعیت بیشتری از دوم قرمزا اونجا هستن. صبح میخونی آه بسر نال سر کن. منقارش رو درست میکنم الان، دستگاه باید بخوره صاف بشه. تو درخت خودش رو چیز میکنه کلوفتر بود، داره کوتاهش میکنه. من براش درخت گذاشت. یکم لاغر شده. چرا مگه قبلا وزنش کردیم؟ نه قبلا اشکال نه فاصله نیمتی چیزیشون نمیشه. بعد دیگه قاب مگه نداره؟ کارهای قاب هم داره ولی کارهای دیگه زود باتیش تموم میشه. آها آره دیگه اینجوری شده. نه این یه ذره توپل‌تر بود الان جدیدن تو اتاق یه ذره بهتر بود. خب یه چیزی هم بهت بگم آقا، چون انقدر نگران موبایلت بودی میگم یه موقعی اگه کاسکوت بره موبایلتو به جه اون بخشی کارش میکنی. من در دسترس نمیذارمش ولی امکانش هست. داره چی امکانش هست؟ که این به جه همه چی. آره این باید حواست بود، همیشه باید از خود گذشتگی بکنی در مقابل LCD، لوازم گرون قیمت، موبایل. یعنی اون لحظه ای که میبینی که اون جسمی یا چیز، مثلا یه گلدون رو خیلی دوست داری، من یه گلدون دارم خیلی دوستش دارم، ولی اگر حیوان خونگیمونو بزنه بشکنه هیچ وقت ازش ناراحت نمیشم. باید این قدرت رو داشته باشی. من آدمایی رو دیدم که اون لحظه تصمیم عصبی میگیرن یا یه ضربه یه تشر یه چیزی. من کاملا حیوانت هم از دست میدی، ضرر میشه دوتا. تو عصبانیت اون تصمیم رو بگیری ضررش میشه دوتا، حیوانت هم از دست میدی.